با عرض سلام خدمت تمامی همکاران و همراهان گرامی، امروز جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان برگزار خواهد شد در تاریخ 6 اسفند 1401 مصادف با 25 فوریه 2023. در ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو برای شما میگم. سرکار خانم شراره حادی‌زاده رئیسی با موضوع گزارش تحلیل موارد نقض حقوق زنان در بهمن ماه 1401. سرکار خانم فهیمه تیموری با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم پروین محمدی افغا با موضوع وضعیت زنان جانباز شیمیایی در جنگ. و در بحث آزاد هم موضوع عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی زنان زندانی رو داریم. مسئول جلسه آیلار اسماعیلی، منشی جلسه سرکار خانم سونیا سواکو، بدنین ها و مسئولین ضبط صدا جناب آقای سعید پومن، سرکار خانم لیلا رمضان و سرکار خانم کوثر ولیزاده هستند. سرکار خانم حادی‌زاده اگر که آماده هستید لطفا با علامت دست من رو راهنمایی کنید تا مایک رو برای شما آزاد کنیم. مایک در اختیار شماست. درود و از ادب دارم خدمت همکاران عزیز. اولین خبر در مورد خانم زینب مولایی راد، مادر کیان پیر فلک. ایشون از حضور در محل کار خود واقع در هنرستان فاطمیه ایزه منع شد. بر اساس این گزارش خانم مولایی راد روز شنبه 1 بهمن 1401 پس از حضور در محل کار خود واقع در هنرستان فاطمیه ایزه به حراست فراخوانده شده و به وی اطلاع دادند تا اطلاع ثانوی حق حضور در محل کار خود را ندارد. کیان پیر فلک کودک 10 ساله اهل ایزه روز چهارشنبه 25 آبان در جریان اعتراضات سراسری در این شهر بر اثر اصابت گلوله جان باخت. این خبر نقض میکنه قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 28 حق امنیت کار، اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات رعایت کند و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 23 حق امنیت کار. کوثر خوشنودی‌نیا ورزشکار اهل کرمانشاه که در جریان مقاومت مردمی این شهر از ناحیه چشم مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای نیروهای حکومتی قرار گرفته بود برای همیشه بینایی چشم چپ را از دست داد. بر اساس گزارش رسیده کوثر خوشنودی‌نیا با وجود اثر گذراندن چند عمل جراحی در قریب به 2 ماه گذشته نهایتاً از بازیابی بینایی چشم چپ خود برای همیشه باز ماند. این کماندار اهل کرمانشاه و عضو تیم ملی منتخب کامپوند زنان ایران، نایب قهرمانی مسابقات تیراندازی با کمان آسیایی سال 1400 را در کارنامه دارد. این ورزشکار اهل کرمانشاه روز جمعه 8 آذر 1401 در جریان مقاومت مردمی و راهپیمایی سکوت در بلوار طاق بستان کرمانشاه از ناحیه چشم هدف تیراندازی نیروهای یگان ویژه قرار گرفته بود. این خبر نقض می‌کند قانون اساسی را در اصل 14 رعایت حقوق انسانی، اصل 38 منع شکنجه، اصل 27 حق آزادی تجمع و تظاهرات و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است در ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 20 حق آزادی تجمع و تظاهرات. ادامه ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ایران با وجود اعلام اثرگیری مسابقات فوتبال در ایران با حضور تماشاگران. ورود زنان به ورزشگاه‌های کشور همچنان ممنوع است. برگزاری دیدارهای فوتبال باشگاهی و ملی در ایران همچنان تحت تأثیر واکنش‌های شدید نهادهای حکومتی در زمینه مقابله با خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است. مسابقات فوتبال ملی و باشگاهی در کشور در طول ماه‌های اخیر بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه‌ها دنبال شدند. حال با وجود اینکه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته است که بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی اجازه بازگشت هواداران به ورزشگاه‌های فوتبال دوباره فراهم شده است، کماکان محدودیت‌های فراوانی برای این امر در نظر گرفته شده است.
این خبر نیز نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا، اصل 20 دولت موظف است حقوق زنان را تضمین نماید، اصل 21 زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقض میکنه در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. طرح حجاب جدید منبع درآمدی تازه برای حکومت. در حالی که طرح تازه مجلس شورای اسلامی برای قانون حجاب در حالی از افهام قرار دارد، برخی رسانه ها به بخشهایی از آن پرداختند. با گزارش فرارو، محدودیت های موجود در طرح حجاب جدید شامل تمامی فضاهای عمومی می شود. یعنی کلانترین سطوح جامعه تا جزئی ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشنتر، دایره محدودیت ها می تواند از ادارات دولتی تا مکانهای عمومی همچون فرودگاه ها و مجتمع های خرید تا سوپرمارکت ها و نانوایی های محلی باشد. در گزارش فرارو آمده است که جریمه های مالی عدم رعایت قانون هم به شدت افزایش خواهد یافت. به این ترتیب دولت از بیهجابی نفع مالی خواهد برد و به جای دستگیری متخلفان و پرداخت هزینه دادگاه و زندان آنها، پول کلانی به صندوق حکومت وارد می شود. یکی دیگر از مجازات ها محرومیت متخلفان از استخدام های دولتی و خدمات عمومی خواهد. علاوه بر این، خدمات دهندگان و پذیرندگان متخلفان از ادارات و مکانهای عمومی گرفته تا جزئی ترین اماکن عمومی مجازات خواهند شد. احتمال می رود که مجازات خدمات دهندگان به جریمه نقدی تبدیل گردد و آن هم برای حکومت درآمدزا شود. این خبر نقض میکنه قانون اساسی را در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 23 منع تفتیش عقاید، اصل 26 حق آزادی عقیده، اصل 21 دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات رعایت کند و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. یک کمیسیون مجلس ایران ممنوعیت خروج زنان از کشور بدون اجازه سرپرست را تصویب کرد. به گزارش از رادیو فردا، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 11 بهمن از تصویب ممنوعیت خروج زنان ایرانی از کشور بدون اجازه کسانی که آنان را سرپرست زنان خواند خبر داد. کاظم دلخوش به خبرگزاری فارس گفت طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می شود. این تصمیم که گام دیگری برای ایجاد محدودیت در مسیر حقوق زنان ایرانی است، در حالی تصویب شده که تا پیش از این فقط زنان متأهل برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر داشتند. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی، اصل 20 زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و اصل 21 دولت موظف است حقوق زنان رو در تمامی جهات رعایت کند. و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. یک زن جوان در سقز به دلیل سلب حضانت ناعادلانه فرزندش به زندگی خود پایان داد. بر اساس این گزارش، روز جمعه 14 بهمن ماه 1401، نسیم قادرزاده 25 ساله و اهل سقز به دنبال سلب حضانت فرزند توسط دادگاه به درخواست همسر سابقش اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. نسیم قادرزاده متعاقب متارکه حضانت فرزند خردسال خود را داشته، لیکن اخیراً با درخواست شوهر سابق دادگاه حق حضانت و نگهداری کودک را از وی سلب کرده است. غیرعادلانه بودن حق حضانت و انکار حقوق مادرانه همواره موجب تضییع حقوق زنان در ایران شده است. بر اساس قوانین جاری، معیار برخورداری از حق حضانت برگرفته از مفاهیم مردانه فقهی نظیر ولایت پدر است. حقوق مادرانه و بالاترین مصلحت کودک هیچگاه جایگاهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی نداشتند.
این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 20 زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارن، اصل 21 دولت موظف از حقوق زنان را در تمامی جهات رعایت کند و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است در ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ابوالقاسم طالبی کارگردان حکومتی با اظهاراتی تمسخرآمیز و جنسیت زده به زنان سینمای ایران که در حوادث اخیر اعلام موضع کرده بودند حمله ور شد و گفت انگار بعضی از زنان سلبریتی یا اسم شدن را تقصیر جمهوری اسلامی می دانند. تا سنشان از 50 سال بالاتر می رود دوستداری خود را بر می دارند و به جمهوری اسلامی فحش می دهند. شما اگر در جمهوری اسلامی نبودید و در آمریکا هم بودید این اتفاق برایتان میافتاد. تا دیروز جوانتر بودید و روی بورس بودید. خب هر کسی یک دورانی دارد. چرا به جمهوری اسلامی فحش میدهید؟ او همچنین با توهین و تمسخر معترضان بازداشت شده گفت چه مبارزی هستید تا دستگیر میشوید ادرار میکنید. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 21 حقوق زنان، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقض میکنه در ماده 1 همه آزاد و برابر به دنیا آمدن، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا. ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه سریال های نمایش خانگی را یکی از مرحله‌های ترویج بی‌حجابی دانسته و با راه اندازی کمپینی خواستار برخورد با آنها شده است. در متن این کمپین با عنوان درخواست برخورد با تخلفات نمایش خانگی آمده است، مردم ایران با گرانی و مشکل اقتصاد کنار آمدند ولی نمیتوان با بیدینی و ترویج گناه و تضعیف اسلام کنار بیایند. مسئولینی که میگویند باید با بیهجابی برخورد شود آیا با ترویج آن هم برخورد میکنند؟ سریال های نمایش خانگی یکی از ده ها محل ترویج بیهجابی در کشور ماست که باید برخورد با آنان صورت گیرد. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 21 حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 25 عدم دخالت در احوال شخصی و همچنین نقض میکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی. مسمومیت سریالی دختران دانش آموز، وزیر آموزش پرورش گفت شایع است، در حالی که مسمومیت های سریالی دختران دانش آموز به مدارس تهران کشیده شده. یوسف نوری وزیر آموزش پرورش با شایع دانستن گزارش ها در این باره این ادعا را مطرح کرد که دانش آموزان منتقل شده به بیمارستان دارای بیماری های زمینه‌ای بودند. نوری روز چهارشنبه 26 بهمن پس از جلسه هیئت دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به انتشار گزارش‌ها و تصاویر متعدد از مسمومیت دانش آموزان دختر در شهر قم صحت این گزارش‌ها را انکار کرد و آنها را شایعه خواند. او به خبرنگاران گفت تا الان هیچ آلودگی میکروبی کشف نشده و هیچ عارضه ماندگاری در دانش آموزان مسموم یا کسانی که احساس مسمومیت داشتند وجود ندارد، در حالی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی ایران بسیاری از دانش آموزان مسموم شده به بیمارستان منتقل شدند. وزیر آموزش پرورش این ادعا را مطرح کرد که این دانش آموزان شاید دچار اختلالات ناشی از این شایعات شده باشند. این اظهارات وزیر آموزش پرورش در حالی است که یکی از دانش آموزان دختر مدرسه شاهد رضویه قم در سخنانی در فرمانداری این شهر با اشاره به مسمومیت سریالی مدارس دخترانه میگویند استرسه. اگر استرسه چرا پس معلم ها و مربی ها درگیر شدن؟ چرا پرسنل آتش نشانی که آمدن مسموم و درگیر شدن؟ این خبر نیز نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هست در ماده 3 حق حیات، ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی. آخرین خبر مربوط است به فرمانده انتظامی متهم به تجاوز جنسی در چابهار به 15 ماه زندان محکوم شد. به گزارش رادیو فردا، ابراهیم کوچکزایی فرمانده انتظامی سابق چابهار که به گزارش
منابع محلی متهم به تجاوز به یک دختر نوجوان بلوچ است از سوی دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان به 15 ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. رسانه های حکومتی ایران از جمله ایسنا که روز جمعه 28 بهمن خبر محکومیت این فرمانده انتظامی را منتشر کردن اشاره به اتهام تجاوز جنسی نکرده و صرفا از روی دادن برخی تخلفات از سوی او سخن گفتند. بر اساس این گزارش ها دادگاه نظامی پس از شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده او و بررسی گزارش ها و مستندات آقای کوچکزایی را در مواردی از جمله ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی، تهیه صورت جلسه خلاف واقع و لغو دستور و تهدید مجرم دانسته و بابت هر جرم او را به 15 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا حکم صادر شده قطعی و لازم الاجراست و پرونده ابراهیم کوچکزایی در زمینه برخی اتهامات مطروح دیگر در دیوان عالی کشور در دست بررسی. این خبر نقض میکنه قانون اساسی رو در اصل 21 رعایت حقوق زنان، اصل 22 رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل 39 ارزش انسانی در همه جا و همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر هست در ماده 6 ارزش انسانی در همه جا، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و ماده 22 حق امنیت اجتماعی فرهنگی و مالی. سپاس از همراهیتون، از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. من مایک رها میکنم. سوالی داشتین در خدمت. سپاس از توضیحاتی که فرمودین. متاسفانه ماهیانه اخبار نقضی که در ارتباط با زنان کشورمون هستن انقدر اضافه میشه بر اونها که حتی از اونها کم نمیشه و هر کدوم دردناکتر از دیگری هستن و نمیشه از هم دیگه جداشون کرد. اگر نظری در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم هادی‌زاده رئیسی داریم لطفا بفرمایید. در ادامه دعوت میکنم از سخنران دوم سرکار خانم فهیمه تیموری با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه اون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. سرکار خانم تیموری، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام و درود خدمت همه دوستان و همکاران گرامی. بررسی و تحلیل ماده 12 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وضعیت امروزه زنان ایران. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک سند بین‌المللی است که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و تقریبا همه کشورهای جهان عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان هست که به این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 30 ماده است و کشورهای عضو آن متحد می شوند که هر گونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان هاست از بین ببرند. آنها همچنین متحد می شوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان اقدامات فوری را به عمل آورند. مواد 10 تا 14 این کنوانسیون دول عضو را متعهد می نماید که در زمینه های آموزشی، شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشند. ابتدا خلاصه ای از مهمترین مواد تعارض این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران خدمتتون میگم که عبارت هستن از: یک، ارث. طبق قواعد اسلامی سهم ارث زنان نصف سهم مردان است. دو، دیه. دیه زنان نصف مردان است. جالب توجه است که دیه برخی قسمت‌های بدن مرد از دیه زنان بیشتر است. سوم، حق طلاق. حق طلاق به طور مطلق با مردان است. چهارم، حق مسافرت زنان. زنان بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان که این مسافرت به مفهوم حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه نیز تفسیر شده است. پنجم، شهادت زنان در دادگاه ها و محاکم رسمی. شهادت زنان به اندازه مثل مردان ارزش و اعتبار دارد، یعنی شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است.
ششم، زنان نمیتوانند قاضی باشند. هیچ زنی نمیتواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی فقط از بین مردان انتخاب میشود. اخیراً در برخی جاها مثل دادگاه خانواده زنانی را ظاهراً به عنوان قاضی به کار گرفتند، ولی احکام یا تصمیمات آنها بدون تایید قاضی شرعی بی ارزش است. هفتم، ضمانت اطفال. سرپرستی یا حضانت اطفال همیشه با مردان است. مثل خیلی از موارد دیگر این مطلب به نحوی تفسیر میشه که امتیازی برای زنان است و آنها را به سرپرستی اطفال نمی گمارند و این فشار مالی را به مردان می دهند. هشتم، زنان اقلیت. زنانی که عضو اقلیت‌های مذهبی باشند، به خصوص آنهایی که به اقلیت‌های تعلق داشته باشند که اهل کتاب خوانده نمی‌شوند، از تبعیض مضاعف رنج می‌برند، زیرا آنها هم زن هستند هم و هم از گروه‌های اقلیت. نهم، ازدواج. مردان می‌توانند 4 زن بگیرند و یا زنان صیغه‌ای داشته باشند. دهم، زنانی که با خارجی‌ها ازدواج کنند، طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران تابعیت خود را از دست می دهند. و 11، افرادی که دین اسلام را ترک کنند مرتکب ارتداد شوند. یعنی اگر مرد باشند بلافاصله محکوم به اعدام می شوند، ولی در مورد زنان حکم این است که آنان را در زندان نگاه دارند و هر روز در زمان نمازهای یومی شلاق بزنند تا وقتی که دست از ارتداد بردارند و به اسلام بازگردند. این امتیاز به زنان از بابت اعتقاد بر این است که زنان سوسفک هستند و برعکس مردان که تصمیم آنها قاطعیت دارد، تصمیم زنان ناشی از ضعف دماغی است. 12، لباس. در قواعد اسلامی حاکم بر ایران، قواعد ناظر و لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملا تبعیض آمیز است. زنان باید تمام بدنشان را به غیر گردی صورت و کف دستهایشان از مچ تا انگشتان مخفی کنند. کل بدن زنان عورت محسوب می شود و باید از انظار عمومی مخفی بماند. هیچ گونه محدودیت مشابهی برای مردان وجود ندارد. فقط در برخی موارد از مردها خواسته شده که به زنان بد نگاه نکنند. و اما ماده 12 کنوانسیون. 1، دولت‌های عضو باید اقدامات لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند. و دوم، دولت‌های عضو علاوه بر مقررات بندگی که ماده خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده و در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین در دوران بارداری و شیر دادن تغذیه کافی به آنها خواهند رساند. ماده 29 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفهوم را چنین تصریح می‌کند: نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحقق این هدف از طریق طراحی و پیاده سازی سیاست‌های بهداشتی در سطح ملی است. سلامت فردی مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب می‌شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین‌المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولت‌ها نیز به طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت‌های معینی می‌باشند. واضح است که دولت‌ها نمی‌توانند صحت سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند، اما دولت‌ها می‌توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین‌المللی داشته و می‌توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. مفهوم و تعریف حق بر سلامت. مفهوم و تعریف سلامت به عنوان حقی بشری نظیر برخی مباحث و مسائل بسیار مبهم و اختلافی است. اصطلاحات متفاوت و متعددی جهت سلامتی به عنوان حقی بشری به کار گرفته شدند. در جمله آنها میتوان به حق بر مراقبت سلامتی، حق بر حمایت از سلامتی، حق بر مراقبت پزشکی
و حتی در مفهومی گسترده تر با عنوان حقوق سلامت اشاره نمود. اما در سطح ملل متحد اغلب از اصطلاح گسترده تری با عنوان حق بر سلامتی استفاده می شود. بنابراین با وجود شناسایی حق بر سلامتی، معنی و مفهوم محتوای این حق به طور کامل روشن نبوده و تبیین حق حق مزبور امری دشوار و پیچیده است، زیرا تعبیر حق بر سلامتی تعبیر نارسا بوده و از طرفی مسئله سلامتی نیست امری نسبی و اضافی است که نسبت به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالیت و کار متفاوت می شود. سلامتی را در یک معنی می توان به کارکرد متعارف و صحیح یک عضو دور از بیماری یا ناهنجاری اطلاق نمود، در حالی که در معنای دیگر سلامتی به معنای داشتن وضعیت رفاه کامل سلامتی رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است که فقدان بیماری جزئی از آن محسوب که فقدان بیماری جزئی از آن محسوب می‌گردد. از طرف نمی‌توان گفت شخصی که به بیماری مبتلا شده است سلامتی خود رو از دست داده، زیرا بیماری هم ممکن است ببخشید من موس لپتاپم از کار افتاد. اصلاح میکنم از خدمتتون میگم. اصلاح میکنم. اما جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین‌المللی حقوق بشر. تعداد قابل توجهی از اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی حقوق بشری حق بر سلامتی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناختند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامتی را در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد می‌توان مشاهده نمود. ماده مذکور سازمان را الزام به ارتقای استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راهکارهای مسائل بین‌المللی در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه بهداشت جهانی بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی یکی از حق‌های بنیادی هر انسان شناخته شده است و تأکید گردیده که سلامتی ملت‌ها جهت دستیابی به صلح و امنیت اهمیت بنیادی دارد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به گونه دیگر حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار داده و در این ماده آمده هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و خانواده‌اش از جمله غذا و پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی کافی باشد. شفافترین و کاملترین بیان از حق بر سلامتی را در ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان مشاهده نمود که در بند آن آمده است دولت‌های عضو میثاق حاضر حق هر فردی را به بهره‌مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می‌شناسند. و در بند دو هم اقداماتی را که دولت ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند مطرح نموده است. در کنار همه این اسناد مطرح شده، ماده 5 کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض نژادی دولت های عضو را متحد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کند. ماده 12 کنوانسیون محو کلی اشکال تبعیض علیه زنان دولت‌های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده 23 کنوانسیون حقوق کودک از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و غیره کودک کافی باشد و بهره‌مندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی و غیره را تضمین نماید حمایت کرده است. تعهدات دولت ها در قبال حق بر سلامتی تعهد دولت ها در قبال حق بر سلامتی نظیر هر حق بشری دارای سه بود است: تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفا. اما جمهوری اسلامی ایران و حق بر سلامتی از جنبه بین‌المللی، از آنجایی که دولت ایران میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق مزبور رو به رسمیت شناخته، در سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسانده و برخی دیگر از اسناد بین‌المللی مهم نظیر کنوانسیون حقوق کودک رو نیز مورد تصویب قرار داده است. لذا ضمن آن که حق مزبور از این جهت مورد شناسایی دولت ایران قرار گرفته،
متعهد به ایفای تعهدات مندرج در این اسناد در راستای تحقق حق مزبور است. در سطح ملی نیز در راستای حمایت از سلامت افراد جامعه و تحقق حق مزبور و اقدامات گوناگون تقنینی و اجرایی صورت پذیرفته است. از جمله مهمترین اقدامات تقنینی می توان به بند 12 اصل 3 قانون اساسی اشاره نمود که در آن پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه جهت نیب به اهداف حکومت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل 20 نیز حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد را با رعایت موازین اسلامی شناسایی نموده و بند 4 اصل 21 نیز تضمین ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را تکلیف دولت دانسته و اصل 29 نیز برخورداری از تامین اجتماعی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته است و قوانین عادی متعددی نیز نظیر قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوبه 24/8371 نیز به تصویب رسیده تا سلامت جسمی و روانی افراد جامعه را تأمین و تضمین نماید. بهداشت به عنوان یک حق اساسی بشر یکی از عوامل توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. عدالت در سلامت یکی از مهمترین اجزای توسعه است که با کیفیت بهداشت عمومی، توزیع عادلانه خدمات سلامت در طبقات مختلف اجتماعی و همچنین سطح حمایت از مردم محروم در برابر عوامل آسیب‌زا اندازه‌گیری می‌شود. عوامل اجتماعی سلامت نقش بسیار مهمی برای تأمین سلامت و حفظ سلامت افراد در جامعه ایفا می کند. برابری به عنوان یک ارزش فراگیر به وسیله این عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد. فرصت های نابرابر بر مبنای موقعیت اجتماعی و اقتصادی نژاد، قومیت، جنسیت، معلولیت، جغرافیا و نیز نشان دادن تفاوت های گروهی به عنوان عامل تفاوت شاخص های سلامت در نقاط مختلف کشور منجر به نابرابری می شود. نمونه هایی از بی‌عدالتی بهداشت در ایران شامل متوسط نرخ مرگ و میر مادران که در استان های مختلف ایران تفاوت دارد به وضوح توزیع ناعادلانه و نابرابری های سلامت را نشان می دهد. همچنین میزان بی‌سوادی از عوامل مؤثر بر سلامت با توجه به توزیع جنسیتی و موقعیت جغرافیایی نامناسب است. دیگر شاخص‌های مهم بهداشتی از قبیل نرخ مرگ و میر نوزادان، کیفیت زندگی و شاخص‌های ترکیبی مانند شاخص توسعه انسانی توزیع نابرابری داشت و نیز در گروه‌های اجتماعی و جمعیت شناختی سراسر کشور متفاوت بوده. زایمان چهره‌ای از تبعیض در اجرای قوانین در ایران و اگرچه زنان بخشی از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی را در سراسر جهان و البته ایران به عهده دارند، اما با وجود تمایل زنان برای مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، شرایط کار و بهره‌مندی از حقوق و مزایای فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدود کننده هستند. در چند دهه گذشته زنان ایرانی توانستند جایگاه خود را ارتقا دهند. آمار بالای زنان تحصیل کرده و افزایش آگاهی ها نسبت به حقوق زنان باعث افزایش تقاضا برای ورود به بازار کار شده. علی‌رغم اینکه بیش از نیمی از افراد تحصیل کرده در دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند، فقط 17% از زنان فرصت و امکان اشتغال را پیدا می کنند. و در آخرین گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی، ایران از میان 144 کشور در جهان رتبه 140 را کسب کرده است. بر این اساس ایران فقط بالاتر از کشورهای چاد، سوریه، پاکستان و یمن قرار دارد. این به معنای آن است که بر اساس شاخص‌های اقتصادی و سلامت که در این گزارش‌ها به آن توجه می‌شود، 217 سال طول می‌کشد تا برابری در حوزه اقتصاد میان زنان و مردان حاصل شود. قوانین مرخصی زایمان در ایران پس از بررسی قانون کار ایران ممکن است اینگونه به نظر برسد که این قانون به برابری زنان و مردان در حقوق و مزایا تاکید دارد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون کار، هر گونه تبعیض میان زن و مرد ممنوع است و کارفرما نمیتواند در ازای یک کار یکسان به زنان حقوق و مزایای کمتری نسبت به مردان پرداخت کند. ماده 38 قانون کار
در ایران به طور مشخص به برابری در تعیین میزان دستمزد و مزایای کار پرداخته است و اعلام کرده که در برابر یک کار مساوی در یک شرایط مساوی زن و مرد باید به طور مساوی دستمزد و مزایای کار دریافت کنند، اما قوانین ایران در تعیین مزایای کار آنچنان که گفته می شود متناسب با رفع تبعیض عمل نمی کند. پس از آنکه ایران از سال 2011 سیاست های کنترل جمعیت را برای افزایش جمعیت تغییر داد، پیشنویس چند لایحه تنظیم شد که هدف از آنها افزایش تعداد فرزندان به شیوه ایست که دسترسی زنان به مراقبت های بهداشتی و تنظیم خانواده و فرصت های شغلی را محدود کند. به این ترتیب بارداری اگرچه می تواند برای زنان تجربه خوشایندی به حساب بیاید، اما با وجود عملی نشدن قانونی که از زنان باردار حمایت می کند، برخی از زنان به خاطر نگرانی از دست دادن شغلی که به سختی به دست آمده از این تجربه می گذرند. از ماده 6 قانون کار در ایران می گوید زنان شاغل کارگر می توانند از مرخصی بارداری و زایمان به مدت 6 ماه استفاده کنند. بر این اساس آنها از حق دریافت حقوق دوران مرخصی توسط سازمان تامین اجتماعی بهره مند هستند. از سوی دیگر این قانون ارجاع کارهای سبک‌تر به زنان باردار و حق شیر دادن را نیز مورد توجه قرار داده است. در سال 1394 هیئت وزیران دولت روحانی مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیر دولتی را به 9 ماه افزایش داد، اما بر اساس این مصوبه کارفرما در این دوران باید حقوق و مزایای مادر شاغل را پرداخت کند، ولی این قانون از همان ابتدا مورد بی‌اعتنایی بسیاری از کارفرمایان قرار گرفت. حتی بسیاری از ادارات دولتی نیز از این مسئولیت قانونی شانه خالی کردند. تحقیقات سازمان تامین اجتماعی در سال 96 نشان داد که در مدت یک سال و نیم 47,000 زن به خاطر استفاده از مرخصی زایمان از کار خود اخراج شدند. بر اساس آمار ارائه شده تا سال 1396 حدود 5,000 زن از کارفرمایان خود به همین دلیل شکایت کردند. در این میان نام دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در فهرست متشاکیان قرار داشته است. خبر خوب این است که در تمامی این پرونده‌ها رأی به نفع زنان صادر شد، اما خبر بد این است که این تنها بخش کمی از زنان هستند که از این بی‌عدالتی شکایت کردند. خلأ قانونی بیشتر در مورد بخش خصوصی است. مسئولین دولتی بارها از برخورد با بخش عمومی و دولتی برای اجرا نکردن این قانون صحبت کرده، اما آنها میگویند بخش خصوصی سازوکار خود را دارد و آنها راههایی برای دور زدن قانون در اختیار دارند. مثلا زمان قراردادهای خود را طوری تنظیم میکنند که مرخصی زایمان به پس از اتمام قرارداد منتهی شود. این در حالی است که قانون میگوید قرارداد مادران در زمان مرخصی زایمان باید به حالت تعلیق درآید و پس از اتمام مرخصی فرد باید به کار خود بازگردد. مثلا اگر مادری قرارداد کار موقت دارد و پایان قرارداد در حین زمان مرخصی زایمان باشد، دوره مرخصی زایمان باید به مدت قرارداد اضافه شود. اخراج زنان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهد قانونا منع شده و کارفرما نمی‌تواند زنان را در این دوران اخراج کند. ایران کشور غنی با منابع انسانی و اقتصادی قابل توجه برای ایجاد ساختاری توانمند در پاسخگویی به دغدغه‌های مرتبط با عدالت اجتماعی، همچنین در گذشته ایران در کنترل جمعیت و راه اندازی برنامه بهبست بسیار موفق ظاهر شده است. بر اساس چشم‌انداز توسعه آینده، ایران باید بتواند تا سال 2025 پیشرفته‌ترین کشور منطقه از نظر سیستم بهداشت و درمان باشد. با وجود این، در مسئله سلامت نابرابری‌ها بین دو گروه از مردم قابل توجه است. این تبعیض‌های ناعادلانه در وضعیت سلامت بر زندگی مردم تاثیر عمیقی می‌گذارد. میزان ریسک ابتلا به بیماری، توانایی آنها را برای دسترسی به اقدامات پیشگیرانه قبل از بیماری و درمان در زمان بیماری را مشخص می‌کند. دولت ایران اگرچه علاقه به کاهش توزیع ناعادلانه بهداشت نشان داده، اما هیچ تغییر استراتژیکی برای دستیابی به این هدف صورت نگرفته. چالش‌های آینده سیستم بهداشت و درمان ایران از منظر عدالت اجتماعی شامل موارد زیر می باشد. یک، تامین بودجه بهداشت و درمان. نیروی انسانی ماندگار در نظام سلامت. نابرابری های قابل توجه در زمینه بهداشت و درمان در نقاط مختلف کشور. دوران گذار اپیدمیولوژی. خدمات ناکافی در زمینه بهداشت روانی. سلامت الکترونیک. سیستم های نظارتی ضعیف. بیمارستان ها و درمانگاه ها. خشونت سیاسی ساختاری و سیستم زندان ها.
لذا ضروری است که سریعا به مسائل مربوط به برابری و عدالت توزیعی در زمینه بهداشت و مراقبت‌های پزشکی رسیدگی شود و عدالت به عنوان یک اولویت مهم برای نظام سلامت ایران در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاری، آموزش، پژوهش و ایجاد ابزار و رهنمود گام‌های ضروری برای کاهش نابرابری و بی‌عدالتی در سلامت مناطق مختلف است. ممنون از اینکه این فرصت را به من دادید. سپس از توضیحاتی که ارائه فرمودید، سرکار خانم تیموری، واقعا موارد نقض در ارتباط با حقوق زنان که شما به یک بخشش اشاره کردین انقدر زیاد هستن که نمیشه توی یک متن سخنرانی همش رو خلاصه کرد و ما سعی میکنیم در طول جلسات به قسمت های مختلفش بپردازیم و هر قسمت رو بیشتر بازگو کنیم که دقیقا حقوقی که زنان ما با شعار زن زندگی آزادی برای اون میجنگن دقیقا چه حقوقایی هستن که ما خواستار اونها هستیم. اگر نظری در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم تیموری دارید لطفا بفرمایید. در ادامه دعوت میکنم از سخنران سوممون سرکار خانم پروین. سرکار خانم توکل بفرمایید. خواستم تشکر کنم از خانم تیموری، مسائل کاملی رو ارائه کردم. حتما که میشه در مورد نقض حقوق زنان ساعتها و ساعتها صحبت کرد و موارد نقض توی ایران کم نیست. فقط همین میخواستم اضافه کنم که فقط در حوزه حقوق خانواده کرده و به حقوق علیه سرکار خانم توکل، متاسفانه ما صدای شما رو نداریم. فکر میکنم کیفیت اینترنتتون پایین باشه. خب سرکار خانم توکل کلن از جلسه خارج شدن، در ادامه نظرشون رو خواهیم شنید. از سخنران سوم دعوت میکنم سرکار خانم پروین محمدی افغان با موضوع وضعیت زنان جانباز شیمیایی در جنگ. سرکار خانم محمدی لطفا با علامت دست من رو راهنمایی کنید تا مطلب برای شما ارضا کنم. مایک در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام و درود دوباره به همه همکاران عزیز، موضوع جلسه سخنرانی امروزمون وضعیت زنان جانباز شیمیایی جنگ هستش. بوی لیمو خردل برای زنان سرتش یادآور خاطرات تلخ که هر روز با اون دست پنجه نرم میکنن، خاطرات تلخی از سپیده دم روز هفتم تیر ماه سال 1366 که رژیم بعث عراق با بمباران شیمیایی جنایتی وحشتناک رو برای غیر نظامیان بیدفاع ایران اعمال کردند. سوختن و مجروحیت های مزمن حاصل از جنگ و زنان مظلوم سردشت و خاطرات تلخ بمباران که اونها هر روز در زندگی پر از درد و رنج خودشون دارن مرور میکنن. با این همه درد و رنج باید مشکلات زندگی خودشون رو هم به دوش خسته خودشون بکشن. داستان ترس کودکان سردشت که هر لحظه با اونهاست. ترس از دست دادن عزیزانشون که بر اثر عوارض بمب‌های شیمیایی هر لحظه انتظار مرگ عزیزانشون رو میکشن. و بوی لیمو که اونها رو به یاد اون روز تلخ میندازه. آزاده بیزارگیتی که یکی از جانبازان سردشت بود، اون رو زندگیش رو با درگیر بودن با اثرات جنگ تحمیلی گذروند. پروین کریمی واحد که فقط دو روز از عروسیش میگذشت بعد از اون روز تلخ به جانباز 70% شیمیایی تبدیل شد. اینا بانوان ایثارگر سرزمین منن. میخوام سخنان دردناک خانم کریمی رو براتون بازگو کنم.
سرفه مانع از حرف زدن راه دوم میشد، اما در صحبت‌های کوتاه در حالی که اشک در هر لحظه در چشمانش جاری میشد بیان کرد: از اینکه بیش از 29 سال صدام به گوش مسئولین رسیده خوشحالم. این زن مقاوم و رنج کشیده در ادامه گفت: احساس میکنم از یک جزیره گم شده و شهر فراموش شده ما رو پیدا کردید. من از جایی میام که چند هزار زن جانباز شیمیایی حتی بدون پرونده جانبازی به سختی روزگار پر از درد خودشون رو میگذرونن. ما برای تامین قرص و داروهای خودمون با مشکلات فراوانی روبرو هستیم. از من که گذشت، ولی از مسئولین میخوام به داد مادران و کودکانی که بر اثر عوارض گازهای شیمیایی با مرگ دست پنجه نرم میکنن فکری کنن. این قشر از زنان و کودکان منتظر تحقق یافتن وعده‌ای هستند که هیچ وقت تحقق پیدا نکرده. اون روز تلخ به خانم پروین کریمی چی گذشت؟ ساعت 4 بعد از ظهر روز هفتم تیر ماه بود که خانم کریمی در حمام بود که شهر به لرزه در اومد و آب قطع شد. به جای اون خردل مسموم میبارید. پروین میسوخت، از شدت سوختگی او به کما رفت. بعد از 2 ماه در حالی که هنوز جنگ در حال قربانی گرفتن بود، سرانجام پروین از کمای عمیق و طولانی چشم باز کرد. و بعد از این بازگشت، پروین که از این پس دیگه دنیای اون مثل قبل نبود، بیخبر از این که بعد از این روز همه چی برای اون تغییر کرده، راه سخت رو شروع کرد. اون 12 بار به اتاق عمل رفت و بازگشت. کسی باور نمی کرد که پروین کریمی زنده بمونه، ولی نه پزشکان و نه پرستاران. اما عروس 19 ساله شاداب 2 روز پیش قربانی شیمیایی امروز تاب آورد. قلبش نامرتب میتپید. حالا سالها از اون روز فاجعه بار میگذره، اما همه این سالها شبهایی داشت با صرفهای بیشمار همراه با خون، شبهایی با تا صبح نخوابیدن، در بستر خشونت ناامیدی مچاله شدن. پروین زنده ماند، اما در چند ساعت از یک عروس 19 ساله به یک جانباز 70% شیمیایی مبدل شد. با یک ریه‌ای 70% نابود شده، چشمانی به گود رفته، مثل اقیانوسی تلخ، گویی که حتی رگ‌های زیر پوستش هم سوخته. اون کمخونی شدید هم داشت. پوکی و استخوان هم به دردهاش اضافه کرده بود. میتونید سوختن استخونهاش رو تصور کنید؟ پوستی که واقعا 70% اون نابود شده بود. و افسردگی که همراه با تمام دردهاش به سراغش اومده بود. از همه اون همه خانواده‌اش رو از دست داده بود. فقط او بود و همسرش، که همسرش هم جانباز 45% شیمیایی بود. با اعصابی خراب که بر اثر موج انفجار به این روز افتاده بود. پروین با این همه بیماری‌هاش باید همسرش رو هم آروم می‌کرد. او از همسرش توقعی نداشت، چون میدونست از همسر بیمارش نمیتونه انتظار بیشتری رو داشته باشه. او دو تا پسر به دنیا آورد. تو پسری که تمام زندگی اون شدن و تنها دلخوشی پروین. او که میدونست تمام دلخوشی فرزندانشونه. البته این رو هم باید در نظر داشت که اون تنها پناه فرزنداش بود. خودش میگه: اگه فرزندام نبود روزی 100 بار با آرزوی مرگ میکردم. بچه هم تنها دلیل زنده موندن من هستن. اونها کسی رو ندارند و تنهان. پروین از لابلای سرفه‌هاش میگه: زنان این شهر مثل شمع سوختند. در سکوت هیچ کس سراغی از اونها نگرفت. مصدوم شدن، جانباز شدن، اما بدون درصد و بدون حمایت. پروین از زنانی میگه که قبل از جنگ سرگرم زندگی خود بودند، ساده با بهانه‌های کوچک خوشبختی. خیلی از زنان قربانی که امروز از آتش مذاب در رگ‌هاشون هنوز که هنوز میسوزند، اونها دخترکان کوچک سرشار از شادی بودند، با آرزوهای بیکران که به سادگی میشد اونها رو دختران دشت صداشون کرد. حالا دخترکان در انتظار سال موندند و پیر شدند چیزی که امروز هستند. زنان بالغ و وحشت زده‌ای که همگی اون روز وحشتناک براشون حک شده و هر شب در کابوس هاشون تکرار میشه. دوست دارم کمی هم بپردازم به سخنان آقای عثمان مزین. درسته که در آمار ارائه شده تعداد مردان شیمیایی جنگ بیشتر از زنان شیمیایی جنگ، اما این همه واقعیت نیست. خیلی ها میگن شیمیایی زن و مرد نداره، اما واقعا زن و مرد داره. اگه زن باشی یا جانباز شیمیایی، همه چیز برات یه جور دیگه، یه جور بدتری.
دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی بیان میکنه که بعضی از زنان بودن که حتی شهامت و جرأت معرفی و ثبت خودشون رو به عنوان یک مصدوم شیمیایی جنگ رو هم نداشتن، یا یعنی اینکه معرفی شدن اما هرگز به رسمیت شناخته نشدن. تعداد زیادی از مردان مصدوم شیمیایی جنگ معرفی شدن و پرونده هاشون ثبت و ضبط شد، اما هنوز ما میبینیم که بعد این همه سال که از جنگ میگذره هنوز تعداد بیشماری از زنان حتی شناسایی هم نشدن. این ابتدایی ترین مرحله کار هم برای این زنان مظلوم انجام نشده. زنان در سکوت توی خونه هاشون موندند و حالا پس بهتره بگیم که تعداد مردان جانباز شیمیایی شناسایی شده از زنان جانباز شناسایی شده بیشتره. عثمان مزین میگه مردم زمانی که زیر بمباران شیمیایی موندن هیچ اطلاعی درباره عوارض این نوع سلاح مرگبار جنگی نداشتند. بسیاری از زنان و کودکان که به دلیل ناآگاهی از عوارض گاز مسموم خردل و ندونستن اینکه چطور باید در همون دقایق اول که بمب شیمیایی میباره عوارضش رو به حداقل رسون، نتونستن در جای امن پناه ببرن. شاید اگه از قبل کمی به مردم شهرهای مرزنشین آموزش داده میشد ابعاد این فاجعه کمتر میشد. بحران آمارهای دقیق و مدونی وجود نداره، چرا که یک روز پس از بمباران شیمیایی سردشت وزارت کشور به سازمان ملل متحد قربانیان غیر نظامی بمباران شیمیایی رو 4500 تن اعلام میکنه، اما در سال 1376 اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه تهران در تریبون یادی از معصومان شیمیایی و قربانیان میکنه، اما با یه آمار متفاوت، و اون از 8025 مصدوم شیمیایی غیر نظامی شهر سردشت صحبت میکنه. این آمار دو برابر آماری بود که به سازمان ملل متحد داده شده بود. آمارهای بعدی اما خیلی عجیب و غیر واقعی بودن، چرا که کاملا شکل تازه‌ای گرفته بودن. آمار شهدا در لحظه انفجار در شهر سردشت 113 نفر و آمار مصدومان رو فقط 1324 نفر اعلام کردند که 874 تن مرد و 477 تن زن ساکن سردشت اعلام شد. این چیزی بود که آمارهای روی کاغذ نشون میداد، اما در واقع چیزی بیش از 8000 زن و مرد سردشتی که از سال 1366 تا به حالا از سرفه‌های شبانه روزی و تاول و خون گلایه می کنند، ولی کسی شنوای حرفای اونها نیست. همه اینها در حالیه که بعضی از کارشناسان و نهادهای غیر دولتی ناظر به شرایط مردم بر این عقیدن که بمباران شیمیایی یعنی شیمیایی شدن همه یه شهر. این گروه بیان میکنه که تمام مردم سردشت آلوده به گاز خردلند و حتی دست کم 3 نسل دیگه هم این شهر امکان آلودگی وجود داره. از آمار ارقام عجیب و غریب و نامنظم که بگذاریم میرسیم به مرحله پیچیده پرونده های این خانواده ها. سردشت اولین شهر غیر نظامی و مسکونی جهانی که با این وسعت بمباران شیمیایی شده. این یه جنایت جنگی، اما قربانیان این جنایت نه تنها حمایت کافی نمیشن بلکه باید قربانی بودن خودشون رو هم اثبات کنن. وقتی این مظلومین به روند رسیدگی به وضعیت خودشون اعتراض کردن 9000 پرونده تشکیل شد، اما متاسفانه اعلام شد که بر اساس قانون مردم باید گواهی بالینی روزهایی که بمباران شیمیایی شدن رو ارائه بدن. اما آیا فکر میکنید کسی میتونه به هنگام درد و سوختن به فکر آماده کردن گواهی سوختن خودش باشه برای آینده خودش؟ بنیاد شهید امور جانبازان از 4500 مصدومی که به ملل متحد معرفی شد فقط 1500 تن رو شناسایی کردن و در این میون بحران تشخیص سلیقه یا رویه‌ای بحران بزرگی بود برای زندگی برباد رفته زنان و مردانی که قربانیان بیگناه این جنگ نابرابر بودند. یه زن قربانی دیگه که نمیخواد نامش بیان بشه و اصرار داره اون رو بهار صداش کنیم میگه در اولین دوره‌ای که کمیسیون پزشکی بنیاد شهید تشکیل شد و آقای نایبی رئیس اون بود، من رو 25% جانباز اعلام کرد تشخیص دادن، اما یک سال بعد یک کمیسیون دیگه تشکیل شد و به من گفتن که تو دیگه جانباز شیمیایی نیستی، تو خوب شدی و سالمی. بهار میگه خب در یه شهری که خودشون هم میگن که یک جنایت جنگی در اون شده و این همه بمب شیمیایی بر سر ما ریخته، مگه میشه فقط 1500 نفر جانباز شیمیایی به رسمیت شناخته بشه؟ چون که هزارها نفر دیگه قربانی جنگ به خاطر بمباران شیمیایی ناتوان و مریضن.
بدون هیچ حمایت مالی و حتی حالا برای داروهاشون هم پول ندارن. دبیر انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت از حدود 4000 زن شناسایی شده میگه که توان پرداخت هزینه های گزاف و بیماری ها و تهیه داروهاشون رو ندارن و این بسیار تاسف‌باره. اما حتی زنانی هم که موفق شدن تا حدودی از جانبازی رو ثبت و به رسمیت بشناسن و از حداقل درمان رو از بنیاد شهید و امور ایثارگران میگیرن، باز هم نسبت به مردان در حقشون جفا شده و اونها بیشتر مورد قربانی بودن قرار گرفتن. مردان قربانی سلاح‌های شیمیایی به هر حال قبل از این اتفاق هم شغلی داشتن و با این اتفاق باز با این و این اتفاق باعث شده که اونها بازنشسته بشن و حقوق کمی بگیرن که کمی خرج زندگیشون تامین بشه و حداقل مجبور نیستن که همچنان با این همه درد و بیماری باز هم کار کنن. اما زنان اکثرا در اون زمان خانه‌دار بودن، شغلی نداشتن و همونطور که میدونید شغل خونداری هم که شغلیه که شبانه روزی و تعطیلی نداره. ببخشید یه لحظه. و هرگز هم و هیچ حقوقی هم دریافت نمیشه بابت خونداری. بعد از این بمباران هم حقوقی دریافت نکردن متقابلا و متاسفانه همچنان هم مجبور شدن که کار خونه‌داری رو انجام بدن که کار کمی هم نبوده. از طرفی مردان مصدوم از طرف دولت حق پرستاری دریافت میکنن، اما برای زنانی که دقیقا همین شرایط رو دارن همچین حقی رو در نظر گرفته نشده. انگار که زنها چون همیشه پرستار دیگران بودن، حالا که ناتوان شدن نیاز به پرستار ندارن. همه این تبعیض ها رنج زنان قربانی بمباران رو مضاعف کرده. به گفته آقای مزین، واقعا ملاک این آمار و تقسیم بندی چیه؟ مگه زنان هم مثل مردان جاماز نیستن؟ مگه از مشکلات تنفسی و پوستی رنج نمیبرن؟ مگه زنان از تشنج‌های شبانه روزی در امان موندن؟ تب و لرزهای همیشگی، سرفه‌های مکرر امان این زنها رو بریده. باید این رو در نظر داشته باشیم که ناراحتی‌های قلبی و استرس افسردگی معمولا در زنان بیشتره. پس تبعیض برای چیه؟ چشمان این زنان از سوزش تیز و مداوم پیر شده، اونقدر پیر که دیگه شادی و نشاط سرمه رو ندارن و یادشون رفته آخرین باری رو که مثل یک زن و دختر جوان و شاداب در برابر آینه زیبایی خودشون رو دیدن و یک بار دیگه قبل از رفتن از خونه چهره هاشون رو برانداز می کردن. حالا اون چشمان زیبا برای کمی بهتر دیدن نیاز به مصرف هر روزه اشک مصنوعی داره. دارویی که هر بستهش دست کم 12000 تومنه که فقط برای 15 روز کافیه. پوستی حساس و سوخته که رنگ مرگ به خودش گرفته و برای نفس کشیدن نیاز به قرص هایی داره که هر بستش 10000 تومانه. البته این قیمت هم برای 2 سال پیش بوده که همونطور که از گرانی های این 2 سال پیداست، دو برابر شدن اون دور از تصور نیست. ریه های این زنان سنگ شده. برای اینکه بتونن هوا رو به درون بکشن نیاز به اسپری های تنفسی دارن تا کمک کنه که زنده بمونن، که هر اسپری تنفسی از 100000 تا 150000 تومان هستش. مصرف این داروها الزامیه. وقتی انسان مریض میشه و مجبور به مصرف دارو میشه، بعد از بهبودی نیاز به مصرف دارو نداره. اما افسوس که این جانبازان شیمیایی باید داروهاشون رو برای همیشه مصرف کنند و این باعث شده که اغلب زنان به داروهای ارزان و البته بی‌کیفیت رجوع کنند، چون که توان خرید داروهای با کیفیت خوب رو ندارن. نخستین بارداری برای زنان شیمیایی شده طوفان شادمانی نیست، بلکه سایقه اندوه و نگرانیه. زنان نوزادان مرده به دنیا میارن برای اینکه چندین سال پیش از آسمون زندگیشون خردل باریده، در زمانی که اونها فقط دخترکان کوچک بودن و هنوز در واژگانشون چیزی به نام سلاح شیمیایی وجود نداشت. حالا دخترکان دیروز زنان امروزند. وقتی که میخوان مادر بشن، تپش قلب و بیماری های مادر به روی بچه هم تاثیر میذاره و حالا و حاصل این همه درد و رنج یعنی تولد مرگ. این بمباران شیمیایی آرزوی مادر شدن از بسیاری از کودکان که الان مادران امروز هستند گرفته. دوست دارم در اینجا اشاره کنم به بعضی از قوانین
اساسی جمهوری اسلامی ایران که با وجود تصویب در ایران به اجرا در نمیاد، که اگر اجرا میشد شاید کمی از درد و رنج و سختی این زنان کم میشد. اصل 20 یکسانی زن و مرد در اسلام، اصل 21 حقوق زنان، اصل 28 حق امنیت کار، اصل 29 حق خوراک، مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، اصل 34 رعایت حقوق انسانی توسط قانون و نیز میپردازیم در اینجا به قوانین قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر که رعایت اون میتونه خیلی از دردهای این عزیزان رو کمتر کنه. ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده 8 رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 22 حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، ماده 28 حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. مرسی. من مایک رو رها میکنم. سپاس از توضیحاتی که ارائه فرمودید صفرا خانم محمدی. واقعا این بخش از زنان جامعه که دچار نادیده گرفته شدن از طرف تمامی جهان هستند، بسیار بخش آسیب پذیری هستند که به اندازه که نباید واقعا تو زندگیشون آسیب دیدن و شرایط سختی رو تجربه کردن. و همونطور که بانوان ما در ایران از هیچ حقوق خاصی برخوردار نیستن، این بانوان هم دوچار این ناعدالتی شدن و هیچ مزیتی در اختیارشون قرار نگرفته و با توجه به گرانیایی که این اواخر هست، تهیه کردن دارو برای بیماران عادی مشکله، چه برسه به بیماری های خاص. همکاران گرامی، اگر در ارتباط با سخنرانی سرکار خانم محمدی نظری دارید لطفا بفرمایید. در ادامه میپردازیم به موضوع بحث آزادمون در ارتباط با عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و زنان زندانی. در ابتدا به نکته کوچیکی اشاره میکنم در ارتباط با 30 نفر از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی اوین که خود جمعاً به 124 سال زندان محکوم شدند، با امضای نامه سرگشاده خواستار توقف اعدام معترضان و پایان دادن به احکام ناعادلانه زندانیان شدند. این نامه در حالی منتشر شده که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران دست کم 109 نفر در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی با خطر اجرا یا صدور حکم اعدام روبرو هستند و این جدا از 4 معترضی است که جمهوری اسلامی ایران آنان را به اتهام فساد فلعرض و محاربه و بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه اعدام کرده است. محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی. در بیش از 5 ماه که از اعتراضات سراسری می‌گذرد، دست و کم 481 شهروند به دست ماموران حکومتی کشته شدند که ده‌ها تن از آنان کودک بودند. در این فاصله حدود 20,000 معترض نیز بازداشت شدند و زندانی شدند که هنوز گزارش دقیقی از شمار آنها و وضعیتشان منتشر نشده. اسامی 30 زن زندانی اوین که این نامه را امضا کردند از این قرار است: سارا احمدی، نرگس ادیب، افسانه امامی، سمین احسانی، الناز اسلامی، هستی امیری، نیلوفر بیانی، ناهید تقوی، نوشین جعفری، مریم هاش حسینی، زهره داوری، زهره زیوری، زهره سر، بهاره سلیمانی، نرگس ظریفیان، مهناز طراح، گلاره عباسی، فریبا عادلخواه، رها عسکری‌زاده، خاله غلامی، سپیده کاشانی، مروارید فرتومی، سپیده غلیان، شهره قلی‌خانی، نازنین محمد نژاد، ژیلا مکندی، فرنگیس مظلوم، روشنک مولایی، ملیح نظری و فائز هاشمی. متاسفانه از زمان شروع انقلاب زن زندگی آزادی تعداد زیادی از شهروندانمون بازداشت شدند
و در طول این چند ماه گذشته هم شامل اعدام تعدادی از هموطنانمون بودیم که این ظلم آشکار دولت جمهوری اسلامی ایران هست که بر همگان هم واضح هست، اما متاسفانه هنوز اقدامی در این باره صورت نگرفته، در صورتی که این موضوع نافذ فاحش اعلامیه جهانی حقوق بشر هست که هر شخصی حق زندگی داره و اعدام اصلا نباید صورت بگیره و حق دسترسی عادلانه به دادگاهی صالح که برای هر کسی باید در اختیار اون قرار بگیره که متاسفانه هنوز ما از این حق برخوردار نیستیم و هموطنان ما هم از این حق برخوردار نیستن و در دادگاه های خودخواهانه دولت جمهوری اسلامی ایران مورد قضاوت قرار میگیرن و احکام ناعادلانه به اونها داده میشه و متاسفانه جان شهروندان گرفته میشه. در ارتباط با موضوع بحث آزاد، لطفاً نظر خودتون رو بیان کنید در ارتباط با عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی و به خصوص در ارتباط با زنان زندانی، در ارتباط با وضعیت زنان زندانیمون که توی جلسه گذاشتم در موردش صحبت کردیم، در ارتباط با وضعیت بهداشت و موضوع جدیدی که برای همه آشکار شده و میشه گفت از قدیم این یک ابزاری هست توسط دولت جمهوری اسلامی ایران که بخوان زنانمان رو تحت فشار قرار بدن، موضوع تجاوز، تعرض و آزار جنسی به اشکال مختلف که در زندان‌های دولت جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره، چه بر علیه زنان چه بر علیه مردان و موضوعات دیگه که مورد بحث هستن، عدم تفکیک بندهای زندان که زندانیان سیاسی و زندانیان جرایم غیر عمد و جرایم عمد رو همگی با هم در یک سلول نگه می‌دارن و خطر جانی که زندانیان سیاسی رو تهدید می‌کنه و زد و بندهایی که بین رئیس زندان وجود داره با کسانی که در واقع نیروهای نفوذی دولت جمهوری اسلامی ایران توی زندان ها هستن و از هیچ کاری دریغ نمی کنن برای تحت فشار قرار دادن زندانیان زن ما چه زندانیان مرد ما در زندان های دولت جمهوری اسلامی ایران. ترجیح میدم شنوای صحبت های شما باشیم و شما نظرات خودتون رو در این باره بیان کنیم. بفهمید صرف خانمان از اینکه من توی این چند روز اخیر مطالبی در مورد روانشناسایی که به صورت خدمات حالا خیریه‌ای به این عزیزانی که از زندان در می اومدن، چرا که خیلی روحیه‌ای داغونی خب اکثریت دارن به خاطر تمام سختی هایی که توی زندان کشیدن و واقعا خیلی دردم اومد وقتی این مطلب رو خوندم. اینکه آگاهی حالا توی ایران خیلی، نه اینکه حالا خیلی، ولی خب کمی ضعیفه به خاطر اینکه همه این اونهایی که از زندان آزاد شدن از طرف خانواده آغوش باز استقبال نشده ازشون و خیلی برای من دردناک بود. و اینکه مطلبی برای یک روانشناس بود داشتم میخوندم که نوشته بود خیلی حالا نه، ولی خب بعضی از این عزیزان حتی از ترس خانواده جرأت نکردن که به خونه خودشون برگردن. خیلی هاشون بعد از اینکه اومدن مجبور شدن آزمایش بکارت انجام بدن و این خیلی دردناکه. به نظر من بعد از این همه درد و رنج و سختی که توی زندان برای این عزیزان اعمال شده و اینها این همه سختی که کشیدن، خیلی خوبه که حالا وقتی میان توی خونه حداقلش اینه که اذیت نشن، اذیت روحی نشن، سوالی ازشون نشه، یا مکان آرومی برای این عزیزان باشه، چرا که اینها واقعا قهرمانهای ایران هستن. کسایی کارایی رو اینها این عزیزان انجام دادن، اینها واقعا کودکن، بچه های 17-18 ساله، چیزی
سنشون چیزیه که در خارج از کشور واقعا زیر سن اعلام میشن و کودک هستن. اما این کودکان ایران ما واقعا با این شجاعتی که در مقابل سلاح‌های این پلیسان واقعا این شجاعتی که نشون دادن توی زندان ها مقاومت کردن، الان آزاد شدن، واقعا احتیاج به یک آرامش دارن. و اینکه بعد از اینکه از زندان میان بیرون، چیزی که واقعا حال اینها رو خوب میکنه به نظر من یه دوره، واقعا یه دوره فشرده روانشناسی هستش که بتونه فقط شنوای این درد این عزیزان باشه. و اینکه یک پدر و مادر و خانواده خوب، یه برادر، یه خواهر خوب که بتونه همدرد این عزیزان باشه. و واقعا توی این عفه، حالا عفی که ایجاد شده و حالا مقدارشون آزاد شدن، این اتفاق ها داره پیش میاد و پیش اومده برای خیلی هاشون و این خیلی دردناکه. امیدوارم این سختی ها، این آگاهی مردم به اون مردم ایران به اون آگاهی برسن که همه چیز رو، دین و اعتقادات و رسم های علکی رو بذارن کنار، با منطق جلو برن. من نظرم فقط برای یه مقدار کمی هستش که این اتفاق ها براشون افتاده، نه همه. بله، مرسی. سپاس از توضیحاتی که ارائه فرمودید. متاسفانه اتفاقی که در زندان‌های ایران میفته شاید برای جامعه های دیگه خیلی غیر قابل واقعیت باشه، یعنی از واقعیت به دور باشه، اما برای ما کاملا واضح و آشکاره، چون ما در اون جامعه زندگی کردیم و میدونیم که واقعا این اتفاقاتی که داره میفته حقیقت داره، که وقتی خیلی ها میشنون اصلا باورشون نمیشه که یک نفر بتونه همچین ظلمی رو در ازای یک انسان دیگه انجام بده، چه برسه به اینکه هموطنش باشه، همشهرش باشه، همخونش باشه یا هر چیز دیگه. سلام و درود فرمان خدمت تمام دوستان. خواستم نظرم رو در مورد صحبت خانم مرادی بیان کنم. به نظر من هم همینطور هستش که خانم محمدی فرمانیدن، و اینکه خیلی از کودکان و نوجوانان وقتی که برگشتند از زندان ها خودکشی کردن، و نمونه بارزش هم نوجوانی به اسم خانم یلدا فاضلی هستش که صدای ایشون زمانی که از زندان آزاد شد پخش شد، که ایشون با خوشحالی اعلام میکرد که من وقتی که شکنجه میشدم جیغ میزدم و اصلا گریه نمیکردم. با افتخار این رو میگم که اصلا گریه نکردم و اصلا اظهار پشیمانی نکردم از کارهایی که کردم، و داخل پرونده من هم ثبت شده که ایشون، من اصلا اظهار پشیمانی نکردم. خواستم این رو بگم که واقعا خیلی دردناک هستش که واقعا اینکه از یک دختر آزمایش بکارت گرفتن، واقعا بعد از اینکه بخواد روحی به قول معروف عدالت طلبی خودش رو نشون بده و بخواد آزادی بیان خودش رو نشون بده، و این برخورد با یک دختر واقعا اصلا زیبا نیست. و این هم داخل فرهنگ ما هستش، یعنی فرهنگی که از زمانی که جمهوری اسلامی وارد ایران شد با خودش به همراه آورد، و این موارد الان داخل ایران هستش. ممنون که مایک رو در اختیار من دارید. سپاس از توضیحاتی که ارائه فرمودید. بله، کاملا درسته. و هموطنان ما، جوانان ما و نوجوانان ما شجاعتشون مثال زدنی، و آن تمام جهان دارن شجاعت هموطنان ما رو و به خصوص زنان ما رو مثال میزنن و الگو قرار میدن برای خودشون، برای جوامعشون، که بتونن اونها هم راه زنان ایرانی رو پیش بگیرن و
عدالت رو برای خودشون خواستار بشن و بخوان به اون حق و حقوق که باید برای اونها اتفاق بیفته، به اون حق و حقوق خودشون برسن و زنان ما دیگه از حقوق خودشون دست بر نمی دارن و همچنان مبارزه می کنن. مانند ویدیویی که چند شب پیش توسط یک نفر از بانوانی که تازه از زندان آزاد شده بودن، جلوی در زندان زمانی که از زندان بیرون اومدن شروع کردن دوباره به شعار دادن و گفتن زن زندگی آزادی، می جنگیم تا آزادی. همچنان این راه ادامه داره و بانوان ما اصلا از این راهی که شروع کردن دست بر نخواهند داشت، با وجود تمام ظلم هایی که بر اونها داره روا میشه، چه ظلم هایی که از طرف دولت هست، چه مشکلاتی که از طرف خانواده برای یک سری از بانوانم به وجود اومده. اما هیچ چیزی نمیتونه باعث بشه که زنان ما بخوان از راهی که پیش گرفتن دست بردارن. در ادامه میشنویم نظرات شما رو. خب اگر که نظری در ارتباط با موضوع بحث آزاد نیست، من در انتها دستندرکنان جلسه رو سر بپام ستایش بکنم. با سلام به همه دوستان، به نظر من بخوام یه خلاصه بگم از عدم تو جرمیه که 3 تا رکن داره و رکن قانونی و مادی و معنویه. که بخوام یکی از اینا رو اشاره کنم، من رکن معنوی رو اشاره بهش میکنم که از روی سو نیست و عمدیه. به نظر من در ایران اکثر توقیف ها و حبس های غیر قانونی بر اساس رکن معنویه. جمهوری اسلامی از عمد داره این کار انجام. که یه مورد دیگه هم که بخوام ازش بهش اشاره کنم اینه که مثلا شوهران و مردانی که همسر خودشون در خونه حبس میکنن و زمانی که اون خانم در دادگاه حضور پیدا میکنه مشکلش حل نمیشه و هیچ راهی نداره برای این مشکلش. ممنون که ما رو سرکتر میخواست. سپاس از توضیحاتی که ارائه فرمودید. بله، مواردی که اشاره کردین هم در کنار شرایط سختی که برای بانوان به وجود آورده شده از طرف دولت هست و امیدوارم که به زودی این شرایط پایان پیدا کنه و زنان ما به آزادی که حقشونه دست پیدا کنن و بتونن تمامی حقوق خودشون رو اونگونه که باید و شاید به دست بیارن. در انتها دستندرکنان جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان رو خدمتتون معرفی میکنم. سخنرانان سرکار خانم شهره حاتی‌زاده رئیسی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در بهمن‌ماه 1401، سرکار خانم فهیمه تیموری با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرکار خانم پروین محمدی افقا با موضوع وضعیت زنان جانباز شیمیایی در جنگ و در بحث آزاد موضوع عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی زنان زندانی رو داشتیم. مسئول جلسه آیلار اسماعیلی، منشی جلسه سرکار خانم سونیا سواکو، ادمین ها و مسئولین ضبط صدا جناب آقای سعید کورمن، سرکار خانم لیلا رمضان و سرکار خانم کوثر ولی‌زاده بودند. و ختم جلسه رو در ساعت 20:18 به وقت اروپای